آره دیگه الان رسیدیم به مقصد، پشت سرم، بعد میرم داخل اونجا هم یه چیز کنم، یه فیلم بگیرم. برو بریم. این خیلی این تاقه که بالا سرمی شبیه ایوان مدائن ساخته شده و کلن سازه بزرگی، یعنی از همون بیرون که میبینید خیلی کوچیک به نظر میاد، ولی خب وقتی وارد خود کاخ میشید دالون دالونه و به یه سری دالونای گنبدی شکل میرسه که اصلش یعنی ورودی ایوان، یعنی ورودی کاخ میشه. این همون تاقیه که گفتم از اون مر داشتم نشونش میدونم. میبینین نوع هلالش خیلی شبیه ایوان مدائنه. اینجا ما الان داریم وارد به یک جای خط میشه که گنبد داره، یعنی سه تا سازه گنبدی کنار هم و با یک تونل به همدیگه وصل میشن. اون سازه گنبدی شکلی که بیرون گفتم اینجاست که یه سری از نقوش از همون زمان باقی مونده. مثلا این خیلی پیداست، حالا اگر که اینا هنوز باقی مونده، ولی خب جاهای دیگه این مکان آنچنان چیزی نداره، ولی خب پیداست دقیقا که این مکان گنبدی همون که این ورودی پشت سرمه و الان اینی که داخلشم به نظر میرسه که بارام اردشیر بوده یا همون ارتخشیر پاپکان اگر اشتباه نگم، و اینجا محل پذیرایی بوده، سالن پذیرایی بوده و به عنوان حالا جایی که کانون قلعه هست ازش استفاده میشده. اینم اون یکی سازه گنبدی شکله که این هم مثل همون یه سری از چی میگن؟ اینا چیه؟ یک سری آثار باقی مونده هست که خراب نشدن هنوز و میبینید دیگه پیسه. طبق عادت بدی که دارم یه یادگاری از بارگاه ارتخشیر پاپکان برداشتم، البته نکندم، رو زمین افتاده بود، یعنی اون قسمتی بود که این میره جز کلکسیون. ورودی این چیز برای دیدن این قلعه، شما برای ورودی که میاین 5000 تومان ازتون پول میگیرن، یعنی ورودیش 5000 تومان. توی خود فضای داخلی کاخ بود که به رنگ مشکی بودن، یعنی من اول فکر کردم اینا اینجا مثلا آتیش و اینا انجام دادن، ولی خب نه، مثل که نمای داخلی کاخ از سنگ سیاه بود یا همون سنگ مشکی که داخل تیره بود. حالا یه سری جاهاش هست، سعی میکنم بهتون نشون میدم، اگه نذاشتم تو ویدیو پس نیستش، یعنی نتونستم بگیرم چون ورود
دوربین و سپایی ممنوع من این کار رو دارم با موبایل انجام میدم و امیدوارم چیز خوبی گیرم بیاد. اینجا هم که مکان یعنی فضای بیرونی بود و دوباره میریم داخل خود کاخ. یه برکه هم داره، حتما اون برکه رو بهتون نشون میدم. بریم برای برکه. برکیه که گفتم شنا اکیدن ممنوعه، پس نرید شنا کنید. یه چیز جالبی که هست، همون اینجا شما میخوریم به ورودی کاخ. خب بعد اینجا ببینید ارتفاع داره. من دوربین رو نبینم. آها درست گرفتم. آره اینجا یه ارتفاعی داره که تا پایین، بعد از طریق اون پله های اونجا اگه ببینید میره پایین و میرسه به خود این برکه. اون یه چیز جالبی اون پایین هست، یه سری چیز هست، یه سری سنگ چیده شده و معلومه مال الان نیست. به نظر میاد، یعنی اینجوری که فرضیه میتونیم بدیم اینه که اون پایین یعنی یه جور سازه‌ای بوده مثل لبه استخر، بتونن برن بشینن، پا رو بزنن تو آب یا شنا کنن. البته نمیدونم این اصلا اول قابل شنا کردن بوده یا نه، ولی خب اون پله‌ای که گفتم اینجاست، این پله و یک پله در پایینه و میخوریم به ورودی کاخ. یه چیز جالبی که پیدا کردم، یک مسیری بود که این مسیر رو خودم همجور فرضی حد زدم، این جایی ننوشته و ممکنه این اتفاق بیفته، یعنی این چیزی که من میگم درست باشه، ولی خب باید برم تحقیق کنم. اگر تحقیق کردم حتما تو اینستاگرام در موردش پست میذارم. اینجا یه سری دالون هایی هست که بستن، میبینید، یعنی ممکنه بشه رفت پایین، ولی کنارش یه دالون دیگه ای هست که بازه و توی این دالون رو بذاریم بهتون نشون بدم. میبینین احساس میکنم که، یعنی طبق چیزایی که دارم میبینم و اون فرضیه که چیدم، اون دالون میرسه به اینجا، یعنی اگر اشتباه نکنم یه خروجی داره، اینجا خروجیشه و همینطور مسیر رو میایم میرسیم به حالا همون برکه‌ای که کنارمونه. حالا اون دالونه احساس میکنم از یه قسمتی میاد که الان بهتون نشون میدم. اگه ما فرض کنیم این بنا آوار شده باشه، این ریخته باشه، این پله ها میرن به جایی که کندکاری نشده، یعنی بازم فرضی هست، احساس میکنم که اگر گفتن اگر که بخوایم کاوش کنیم ممکنه کل بنا آسیب ببینه یا هر چیزی دیگه، این میره و ممکنه به سطح باشه، یعنی سطح قله این نیست، اینجاست و این پله رو که بیایم بالا، یعنی اگر از اون پایین بریم میرسیم به یک بخش مسیرگونه مثل دالون، این که من داخلش رو بهتون نشون میدم. میبینید اون ته اگر پیدا باشه میره سمت راست، سمت چپ و احساس میکنم این مسیر میخوره به اون چیزی که اون برنشونتون دادم، یک خروجی بود یا یک ورودی، دقیق نمیدونم، در موردش حتما تحقیق میکنم. حالا که اینجا هستین یه سری از این آثار باقی مونده هم نشونتون بدم که خیلی جذابه. این محوطه بیرونی کاخه و
همینجا که ببینید این دیواره، دیوار خود دیوار بیرونی در واقع، همونطور که ببینید ستونا پیداست و این مسیر رو من وقتی داشتم صحبت میکردم، خب خیلی جایی داشتم میرفتم زده بود که همون هشدار و اینا که چیزی که همیشه باید بهش توجه کنید ولی توجه نمی کنید. ببینید این دیوار بیرونی کاخه که همونطور ببینید فرو ریخته، حالا دلیل فرو ریختگیش هم باید در بیارم که چه اتفاقی دقیقا اینجا افتاده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، اولین ویدیویی بود که این شکلی میگیرم بعد از تقریبا مدت طولانی که کرونا بود اومدم مسافرت، البته ماسکم هم همراهمه دیگه. عرضم موضوعتون منطقه هم که میبینید و از همینجا بدرود میگم اگر که ویدیوی چیزی دیگه حالا توضیح چیزی باشه، ولی خب اینو میذارم برای آخر. دمتون گرم که ویدیو رو دیدین. خدافظ.